متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما آقای خامنه ای مدظ الله العالی به رئیس جمهور منتخب و محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الاراضین. خداوند علیم و قدیر را سپاس میگویم که با فضل و عنایت خود ایران را بار دیگر در آزمون‌های سیاسی و اجتماعی انتخابات سرفراز فرمود و ملت عظیم و شان در شرایطی پیچیده و دشوار با حضور پرمعنا و عزت آفرین خود حاکمیت رأی مردم بر اداره امور کشور را نمایان ساخت و با انتخاب شخصیتی مردمی و عالی‌قدر از تبار سیادت و علم و مزین به پرهیزگاری و خردمندی و دارای سوابق درخشان مدیریت عزم راسخ خود را بر پیمودن مسیر نورانی انقلاب که مسیر عدالت و پیشرفت و آزادی و عزت است نشان داد. امروز میهن عزیزمان تشنه خدمت و آماده حرکت جهشی در همه عرصه ها و نیازمند مدیریتی با کفایت و جهادی و دانا و شجاع است که بتواند توانمندی های آشکار و نهفته ملت به ویژه جوانان را که بسیار فراتر از مشکلات است بسیج کرده و به میدان کار و تلاش سازنده آورد. موانع را از سر راه تولید بردارد و سیاست تقویت پول ملی را به جد دنبال کند و قشرهای متوسط و پایین جامعه را که سنگینی مشکلات اقتصادی بر دوش آنهاست توانمند سازد. مدیریتی که با مشی فرهنگی خردمندانه مسیر اعتلای مادی و معنوی ایران را هموار کرده حرکت کشور به سمت جایگاه شایستش را شتاب بخشد. اکنون با تشکر از مردم عزیز و با پیروی از گزینش آنان رأی به عالم فرزانه و خستگی ناپذیر و کار آزموده و مردمی جناب حجت الاسلام آقای سید ابراهیم رئیسی را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم. و از خداوند متعال توفیق و سربلندی ایشان و همکارانشان را مسئلت می نمایم و یادآوری می کنم که رأی ملت و تنفیذ این جانب تا هنگامی است که مشی همیشگی ایشان در پیمودن صراط مستقیم اسلام و انقلاب ادامه داشته باشد که به فضل الهی چنین خواهد بود انشاءالله. و السلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای 12 مرداد 1400.